دوستان، امروز میخوایم براتون از یه آدم عجیب و خیلی خاص با یه انرژی عجیب صحبت کنیم. کسایی که رفتن و در مورد این آدم تحقیق کردن اسمشو دیجی گذاشتن، چون اسم واقعی و آدرسش رو مخفی میکرده. اون میگفت فقط یه درمانگره. ولی انرژی قدرتمندی از بدنش ساطع میکرد و بیمارانش رو با سوزن یا دستانش درمان میکرد. اون انرژی رو چی مینامید و اونقدر قوی بود که معمولا یه نفر باید پای بیمار رو میگرفت تا زمین نخوره. سالها تو جاوا منطقی از چین دنبالش گشتیم تا ازش فیلم بگیریم، ولی همیشه رد میکرد و میگفت قدرتش از یه مدیتیشن قدیمی مخفی میاد. فقط وقتی برادرم لونگ با عفونت چشمی جدی مبتلا شد، اجازه داد تا تو سال 1987 ازش فیلم بگیریم. اون چیزی که دیدم اصلا شبیه طب سوزنی نبود. مثل برق منو میگرفت و نمیتونستم حرکتم رو کنترل کنم. You're special, you have a special sort of body. Meditation every day. It's meditation that does it. Meditation every day. Like you can touch me like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. اون یک روزنامه رو با استفاده از انرژی چی به آتیش کشید. وقتی شنید که این فیلم رو به صورت عمومی نشون دادیم بسیار ناراحت شد و بعد از آن زمان دیگر به این تیم اجازه دیدار باهاشون نداد. بعد از 2 سال مدیتیشن در عمق جنگل ها تیم ما رو برای فیلم برداری از خودش صدا زد تا به ما یادآوری کنه که همه ما توانایی های بی‌رویه‌ای درون خودمون داریم و جز انگیزه و قدرت درون او هیچ چیز ویژه‌ای درباره او وجود نداره. داشت به فیلم بردار که اون رو نگه داشته بود توسط انرژی چی شوک وارد شد. به نظر میرسه که دی جی قادر به کنترل قدرت چی هست و میتونه اون رو دقیقاً کنترل کنه. از این مادر خواسته شده تا کودک خودش رو بگیره، اما این مادر ناخودآگاه کودک خودش رو به زمین میذاره به خاطر شوکای الکترونیکی که از طرف چی و انرژی چی به اونها وارد میشه و اون نمیتونه این انرژی ها رو تحمل کنه. Projecting chi from the palm of the hand can also be used to resist rifle pellets, he says. First, you learn to distinguish between yin and yang chi.
اون با یه گروه دانشمند از آمریکا با تجهیزات اندازه‌گیری برگشت تا ببینه واقعا داره چیکار میکنه. کاترین کوک، مدیر بنیاد علم و ذهن از تگزاس، دکتر راجر نیلسون، پزشک سوئدی و قایقران بین‌المللی، دکتر سیمسون، فیزیکدان دانشگاه آلبرت انیشتین نیویورک و آندریاس یولاک، یکی از شاگردان استرالیایی دیجی، تو این گروه بودن. اونا مطمئن بودن که به زودی ثابت میکنن دیجی یک کلاهبردار. دکتر سیمسون اولین نفری بود که تست شد و احساس راحتی نمیکرد که چیزی حس کنه. دکتر راجر هم نمیدونست چی انتظار شد. با یک فلزه مثل اونایی که تو فرودگاه هست شروع کردن تا ببینن فلز مخفی تو بدنش داره یا نه. بعد ولتمتر رو آوردن تا چی رو اندازه بگیرن. ولی بدن اون چجوری کار میکرد؟ برق رو چجوری تولید میکرد؟ منفی و مثبتش کجا بود؟ برای همین چی به اونها پیشنهاد داد؟ دیجی پیشنهاد کرد چون منفیش تو ناحیه پرینی و چاکرای نافشه، شاید الکترود باید اونجا وصل بشه. اون اصلا مغرور نبود و میخواست کمک کنه، ولی باز هم نشد. اونا از بازوی دیجی شوکای خفیف میگرفتن و تنظیمات درست بود، ولی سوزن ولتمتر هنوز تکون نمیخورد. دیجی میگفت برق نیست. پس چیه؟ در قسمتی برای تست اونا اومدن یک LED رو در دستای دیجی قرار دادن و اون با تغییر ولتاژ رنگ LED رو عوض میکرد و همه متعجب شده بودن. همه چیز خوب پیش میرفت. دیجی هم ازش لذت بود. یه روز همه رو برای نهار به رستوران محلی دعوت کرد و سعی کرد یک چاپستیک رو از داخل میز رد کنه. موقعی که چاپستیک اومد بشکنه، نه تنها دست خودش خونی شد، بلکه مقداری از اون چاپستیک پرت شد و وارد چشم الیسیس شد. ولی صبح روز بعد دیجی مرد دیگه بود، افسرده و ناراحت. گفت استادش که سالها پیش فوت کرده تمام شب بهش سر زده و عصبانی بوده که قوانین فرقه شون رو شکست. اون بهش گفته هیچ وقت نباید خود نمایی کنه و هرگز نباید باعث آسیب یا خونریزی بشه. اون احساس تنبیه شدیدی میکرد. دیگه هرگز خودش رو در معرض دید قرار نداد و هیچ شاگرد جدید رو قبول نکرد. اون از دید همه پنهان شد و به درمان مخفیانه ادامه داد.